امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. زمین قبل از جنگ. نیویورک قبل از اینکه به دنیا بیام. جایی که فقط عکسش رو دیده بودم. تو رو می‌شناسم ولی هیچ وقت ندیدمت. همرات بودم ولی اسمتو نمیدونم. میدونم دارم خواب میبینم، اما خیلی واقعی به نظر میرسه. مثل یه خاطره است. چطور ممکنه؟ چهاردهم مارچ 2077، 5 سال از پاک کردن اجباری حافظه میگذره و من هنوز اسیر این خاطراتم. من و ویکتوریا برای هم تعیین شدیم. تا 2 هفته دیگه ماموریتمون تمام میشه و به بقیه ملحق میشیم. ولی سوال من سوال اون نیست. چیزایی که منو متعجب میکنه اونو متعجب نمیکنه. حدود نیم قرن از زمانی که لاشخورا ماهو نابود کردن میگذره. اونا مجبور شدن سیاره مردشون رو ترک کنن و اومدن تا سیاره ما رو بگیرن. بدون ماه زمین در بی‌نظمی پرتاب شد. زمین لرزه ها شهرها رو ظرف چند ساعت نابود کرد. ما کاری رو کردیم که مجبور به انجامش بودیم. استفاده از نیروی هسته‌ای. جنگو بردیم ولی سیارمون رو از دست دادیم. بیشتر سیاره آلوده و غیر قابل سکونت شده بود. اون چه از بشریت باقی مونده بود ناچار به ترک زمین شد. ما تتو ساختیم که مرکز کنترل ماموریت‌های ماست. یه ایستگاه فضایی موقت قبل از مسیر مهاجرت به تایتان که بزرگترین ماه زحل است. که آب دریا تبدیل به انرژی تلفیقی برای کلونی جدید میشه و حیات بشریت وابسته به اوناست. باقی مونده لاشخورا همچنان سعی در مختل کردن عملیات دارن. اونا به پهپادهای ما حمله میکنن و در طول روز سعی دارن منو بکشن. هنوز تمایل به جنگ دارن ولی علتشو نمیدونم. مأموریت گویای اینه که کارمون رو خوب انجام دادیم و ما تیم مؤثری هستیم. هنوز زمین خونه منه. جک هارپر، تکنیسیان 49. ما موجودات فضایی نیستیم جک، انسانیم. البته انسان بودن برای ما مشکل سازه. گوشش لازم داریم. اونجا Thank you.
قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدوی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد. چی دیدی؟ یه اتفاقی داره برام میافته، یه چیزی داره ذهنم رو آزاد میکنه و نمیتونم کنترلش کنم. یه امتحان ساده است، دست تو از رو جعبه بردار. قبلا من پیش اومده بود چیزی رو که توی خواب ببینی در واقعیت هم اتفاق بیفته؟ بله، دارن اعضای خانوادم رو یکی یکی ازم میگیرن. بیاین مثل شیاطین بجنگ. ثابت کردی که میتونی به خودت مسلط باشی، اون وقت میمیری. چی تو این جعبه است؟ درد. مایکل، من تو رو از زمانی که بچه بودی میشناسم. یه درمانی برای این بیماری باشه، تو پیداش میکنی. اگه قرار نیست درمانش کنم، پس چرا هنوز اینجا؟ من یه بیماری خونی نادر دارم و زمان زیادی برام باقی نمونده. توی محبت داری، همیشه داشتیش. شاید این آخرین فرصتم باشه. میخوای یه کاری کنی مگه نه؟ اون چه کاریه؟ ولی به چه قیمتی؟ یه کاری که زیاد قانونی نیست.